بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه ای از بنیاد آینه. دو سخنی میانه تبریز و تهران. امروز راستی را اختلاف میان تبریز و تهران می رفت. آنان که در تلگراف خانه تهران می بودند، دولت را بیگناه نشان داده و جایی برای بیم ندیده و این رفتار تبریز را بی علت می شماردند و چنین می گفتند: باید قانون اساسی به حال خود از مجلس بگذرد و نباید درباره آن شتاب نمود. اینان که در تلگرافخانه تبریز می بودند پاسخ می دادند که درباره قانون اساسی بیمهایی است و باید درباره آن شتاب داشت. هر دو سو به روی گفته خود پا می فشردند و از تهران تندی نیز می نمودند. تلگراف ها را در اینجا می آوریم. از تبریز پیغام فرستادند: خدمت زی سعادت آقایان وکلاء محترم آذربایجان دامت اجلالهم. در تلگراف دیروز عرض نمودیم حالیه هم عموم آقایان علماء اعلام مد ذلهم عالی و عموم ملت در تلگراف خانه مبارک نشسته جدن و مسرن مطالبه قانون اساسی را که مدت هاست وعده می فرمایند می نماییم و صراحتاً عرض می نماییم. این مطالبه و این اجتماع عمومی که هست دخلی به اجتماع های سابقه ندارد و تأخیر مرحمت شدن قانون اساسی به هیچ وجه مصلحت نیست و خدای نخواسته اگر باز هم تأخیر شود نتیجه او وخیم خواهد شد. عذر و فرمایش غیر موجه هم ابدا مسموع نخواهد شد. جمیع بازار و دکاکین بسته، امورات تعطیل، منتظر مرحمت قانون اساسی هستیم. انجمن ملی تبریز از تهران این پاسخ دراز را دادند: دیروز عصر وکلای محترم آذربایجان برای مخابره مطلبی اعضای انجمن محترم تبریز را به تلگرافخانه دعوت کرده بودند و بعد از مخابره مطلب معلوم شد با اینکه وکلای آذربایجان و سایر اعضای مجلس شورای ملی یقین راسخ داشتند که بعد از مخابره چند روز قبل و نصایح و مواعظی که با دلیل و براهین تلگرافن به اعضای انجمن محترم اظهار داشتند، اقل تا چندی بعضی اقدامات به خاطر اهالی آذربایجان خطور نخواهد کرد، با کمال سکون و طمأنینه خاطر منتظر نتیجه اقدامات مجلس شورای ملی در تتمیم قانون اساسی و ترتیب قوانین دستورالعمل حکام و تنظیمات ادارات و غیره خواهند بود. ولی برخلاف انتظار معلوم می شود از دیروز باز اهالی بازار و دکاکین را بسته و برای مطالبه تکمیل قانون اساسی در تلگرافخانه ازدحامی دارند. این خبر
با عدم انتظار مجلس شورای ملی و فرط اشتغال به ترتیب قانون اساسی و سایر مهمات فوق‌العاده مایه تعجب و حیرت شد. بالاخره این اقدام و حرکات غیر مترقب بر این محول شد که شاید جزئیات و خصوصیات قانون اساسی در نظر اهالی آذربایجان درست معلوم و مکشوف نیست و لازم شد که در این تلگراف تا یک اندازه کیفیات و تقسیمات جزئیه قانون اساسی تشریح شود و موانعی که برای پیشرفت آن جزئیات با این عجله و شتاب در میان است تصریحاً اظهار شود تا بدانند که مجلس شورای ملی ابداً در این موضوع کوتاهی و اهمالی نکرده، اگر وقایعی که مجلس ملاحظه کرده رعایت نمی شد، شاید ترتیب تکمیل قانون اساسی در مملکت ما با اوضاع حالی مشکل بلکه محال می نمود. اولاً باید اهالی محترم آذربایجان بدانند که بعد از وضع فصولی که در قانون اساسی مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح شده، قسمت عمده از بقیه آن که اهمیت فوق‌العاده دارد، بلکه روح و حقیقت قانون اساسی همان است، قسمتی است که راجع به حقوق عمومی ملیه و ترتیب قضاوت و محاکمات عدلیه است و در ضمن این قسمت مطلب اساسیه و مهمی است که صرف نظر و سکوت از آنها در حقیقت صرف نظر و سکوت از تمام قوانین اساسی، یعنی اگر آن مطالب در قانون اساسی درج نشود میتوان گفت باید از قانون اساسی صرف نظر کرد و به همان مقدار که در قانون مجلس شورای ملی نوشته شده قناعت نمود و در این دو قسمت مطالب و فصولی است که در نظر اشخاص که به حقایق اسرار شرع متاع واقف نیستند سهل قبول به نظر نمی آید. مجلس شورای ملی از اول این نکته را در نظر داشت که با وجود معاندین قوی و دشمنهای اجنبی و خانگی که برای این مشروع مقدس داریم، دشمن زیاد کردن از طریقه عقل خارج و جلب قلوب عامه مردم از شرایط عاقبت بینی و مال اندیشی است. این ملاحظه مهم مجلس را مجبور کرد که از وضع و انتشار این قانون از بهانه دادن به دست بعضی کوتاه نظران که از اعماق مطلب به کلی بیخبر و برای اجرای مفاسد خود به ظواهر امور توسل می‌جویند احتراز کند. این بود که از چند روز قبل از روزی که در تلگرافخانه به اعضای انجمن مخابره حضوری شد، مجلس مرکب از بزرگان حجج الاسلام و محققین علماء اعلام دارالخلافه و دانشمندان وکلای آذربایجان و تهران تشکیل داده شده و هر روز چند ساعت در مواد قانون اساسی با کمال بی‌غرضی و دقت فوق‌العاده مباحثه علنی می شود و به واسطه دقت امر و اهمیت موضوع هر روز بیش از دو سه ماده از تحت نظر مباحثه خارج نمی شود و مخصوصاً در مجلس مزبور تمام مصالح و فوایدی که نتیجه وضع این قانون است بحث و ایراد می شود و انصافاً علمای اعلام با کمال جد و جهد مشغول تصحیح عبارات قانون هستند که معانی و حقایقی که مقصود است به الفاظی که در انظار عوام و معاندین این اساس مقدس موهم نباشد تعبیر شود و دور نبود اگر بعضی موانع و عوایق خارجه از قبیل انقلابات ولایات و فساد طلبی بعضی فتنه‌جویان معادله نمی کرد، تا کنون قانون اساسی تکمیل و به صحه مقدسه همایونی نیز رسیده بود. ولی با کمال تأسف دیده می شود که هر وقت اعضای مجلس شورای ملی با هزار زحمت مجلس برای انجام این امر فراهم می کنند، وصول خبر فتنه از یکی از اطراف زحمات باطل و حواس را متفرق می کند، مثل اینکه دیروز در موقعی که ابدا انتظار این مقدمه نبود خبر تبریز رسید و وکلاء محترم را
امروز به آمدن تلگرافخانه مجبور کرد. به جمله باید دانست اگر به اعضای انجمن تبریز و سایر اهالی آذربایجان القا شده است که تأخیر قانون اساسی من باب عدم مساعدت دولت یا شخص سلطنت است، به تمام نوامیس مقدسه الهی سوگند یاد می شود که تا این ساعت ابداً عدم مساعدت در این موضوع به خصوص از امناء دولت مشاهده نشده، بلکه یقین ثابت برای اعضای مجلس حاصل است هر وقت فصول قانون اساسی در مجلس تصویب و به پیشگاه همایون فرستاده شود، بعد از اقل مدتی به صحه همایون خواهد رسید و ابداً از طرف قرین و شرف همایونی مزایقه و تأمل نخواهد رفت و البته اگر مزایقت از آن طرف احساس می شود، مخفی و مستور نخواهد ماند. آن وقت اهالی آذربایجان نیز در این قبیل اقدامات مشتوم و مطعون نخواهند بود. پس علت تأخیر غیر از همین ملاحظات دقیقه و مهمه مجلس محترم چیز دیگر نیست و گمان می کنیم اگر اهالی آذربایجان هم با نظر صائب و فکر دوراندیش در قیافه امور نظر کنند، این ملاحظات مجلس را تصویب خواهند کرد و مساعی مجلس محترم در حفظ استقبال و استقلال ملی در نظر آنها به این قبیل اقدامات مجزا نخواهد شد. دیگران که خدای نخواسته اگر مقرر شود اهالی آذربایجان خود را مکلف به رعایت نکات مشروعه فوق ندانسته، در چنین مطلب مهم که با انواع مشکلات و ملاحظات شرعیه و احتمالی محات است، مجبوریت حفظ احتیاط را احساس نکنند، چون مجلس شورای ملی که امروز مرکز اختیارات و ادارات است، نمیتواند فقط با رعایت میل و سلیقه یک قطعه ایران ملاحظات کلیه را ترک کند. معذور است از اینکه نظر به ازدحام تبریز، سعادت استقبال و موجبات استقلال کلیه ایران را در خطر اندازد و هرگاه چنانچه مخل آتیه و انتظارات این مقصود مورد ندارد، باید انجمن محترم اهالی غیرتمند آذربایجان را به مواعظ حسنه و قول لین اقنا کنند و یک چیزی به اعضای شورای ملی وقت و فرصت دهند که شاید به خواست خداوند به معاینه نتیجه زحمات خود موفق و بهره‌مند شوند. یحیی مرتضی قلی، مستشار الدوله، شرف الدوله، وثوق الدوله، میرزا آقا، محمد حسن الدوله. این تلگراف که هنوز نیم روز به پایان رسید و به دست مردم داده شد، به تبریزیان خوش نیفتاد و به آن گردن ننهادند و برای آنکه ایستادگی خود را نشان دهند، چادر بزرگی آورده در حیات تلگرافخانه برپا کردند. نیز چادرهایی در حیات توپخانه که پهلوی آنجا می بود بلند گردانیدند. مجاهدان اتاقهایی را برای خود برگزیدند و فرش گستردند. پیشوران هر دسته ای برای خود سماور و قلیان و دیگر افزارهایی از خانه آوردند. برای آنکه ایستادگی خود را به تهران بفهمانند، این پیام را فرستادند: خدمت وکلای محترم خودمان زحمت می دهیم. تلگراف مبسوط مفصل جناب عالی زیارت شد و از اینکه ترتیب تدوین و تصحیح قانون اساسی را شرح فرموده اید، نهایت تشکر را حاصل نمودیم. معلوم می شود ملت آذربایجان را اینقدر پلید و نفهم به جا آوردند که آنچه خواسته و مستدعا شده اند از روی نفهمی و عدم اطلاع بوده. جا دارد که به این حسن ظن جناب عالی نسبت به موکلین خودتان تحسین و تمجید کنیم
و حال آنکه ملت آذربایجان با این هیجان عمومی تمام نقاط مملکت شکر خدا را چنان در روی نقشه صحیح حرکت کردند که مورد تعجب و تحسین تمام عقلا و سیاسیون واقع شده اند و به حمد الله تعالی تا به امروز اتفاقی نشده که موجب انفعال و سرفکندگی وکلاء محترم خودمان گردد، با این مقدمات هیچ انتظار زیارت چنین بیمهری از وکلاء محترم خودمان نداشتیم و چون برای نیل مقصود از همه چیزمان صرف نظر کرده و متحمل همه نوع ناملایمات شده ایم، باز قوه تحمل و طاقت صبوری داریم، لیکن خواستن قانون اساسی را امروز برای خودمان ذخیره سعادت و نیکبختی ملت و مملکت دانسته، با کمال عجز و انکسار خواهانیم، اصرار هم نداریم که همین حالا تمام شده و به صحه همایونی موشح شود و اگر بعد از این مدت اطاله باز امرار وقت لازم دارد، عرض نداریم تا هر مدتی برای تتمیم قانون اساسی وقت لازم باشد، عموم ملت آذربایجان هم از تمامی امورات شخصی و غیر تعطیل کرده در تلگرافخانه دولت و توپخانه مبارکه که حریم آن است و فعلا مشغول چادر زدن هستیم، نشسته منتظر اتمام و امضا قانون اساسی خواهیم بود و اینکه پاره ای اتفاقات و وقایع را مانع تتمیم قانون قرار می‌دهند، اگر به امعان نظر ملاحظه فرمایید، همه حوادث واقعه و انقلاب به واسطه تأخیر قانون اساسی و عدم تعیین تکالیف عامه بوده که هیچ کس قانوناً محکوم به حدود معین نبوده. محض اینکه این نوع تعطیل و هیجان عمومی و تحسن ملت در تلگرافخانه مبارکه و اطراف آن تعبیر به اغتشاش و بلوایی در مجلس محترم دارالشورای کبرای ملی نشود، صریحاً عرض می‌کنیم تا هر مدتی که این ملت بیچاره تعطیل از کار کرده و در تلگرافخانه خواهند بود، به هیچ وجه من الوجوه حرکات و اتفاق نامناسبی رو نخواهد داد، اما در تعطیل نظامنامه انجمنهای ایالتی که مدتی است تمام شده و هنوز به صحه همایونی موشح نشده، چه می‌فرمایید علت تأخیر آن چیست؟ و چرا باید وزرای عظام در امضا و صحه همایونی آن این همه تعلل و تسامح فرمایند؟ این آخرین عرضی است که عرضه می داریم تا قانون اساسی و نظامنامه انجمنهای ایالتی به امضا دولت نرسد، از تعطیل و هیجان مظلومانه منصرف نخواهیم شد. عموم ملت آذربایجان، از تهران این پاسخ رسید. مقصود از تلگراف مفصل امروز خدا نخواسته نسبت نقصان فهم به موکلین محترم وارد آوردن نبود. غرض اصلی توضیح و تشریح جهات اطاله تصحیح قانون اساسی بود که محض احترام از سوء شهرتی که در باب قانون اساسی به اطراف سرایت کرده بود، لابد آقایان علمای اعلام به مداقه کامل هر یک از مواد آن را به تحت نظر می آورند، به تفصیلی که امروز صبح عرض شد در باب نظامنامه انجمن ایالتی مطلقاً اهمال و مسامحه از طرف دولت ملحوظ نیست. 3-4 روز بیش نیست که قرائت 4 روم آن نظامنامه تمام شده به صحه فرستاده شده است. مجلس وزرا با جهد تمام مشغول رؤیت آن است. انشاءالله تا 2-3 روز از صحه همایونی می گذرد و علاوه بر این کمیسیونی دیگر هر روز در مجلس مشغول تصحیح نظامنامه حکام است که مرکب از 15 ماده است. حسن رفتار ملت آذربایجان در این مدت چنان که موجب تحسین و تمجید عموم بوده، باعث تشکر و سربلندی وکلای آذربایجان شده است.
غالباً عرایض مجدانه خادمان ملت در اسکات هیجان عمومی و رفع اغتشاشات محض حفظ این شرافت و امتیازی که آذربایجان کسب نموده است بوده. نخواسته ایم که چنین افتخار بزرگ را به سهولت از دست دهیم و در این موقع هم اطمینان کامل بر نجابت ملت محترم آذربایجان داریم. هیچ وقت علویت و شرف مقصود خودشان را هرگز به پستی‌های اغتشاشات عادی مشوب و مکرر نخواهند کرد، لیکن مادامی که اهالی تبریز دست از کسب و کار خود کشیده در اطراف تلگرافخانه سرگردان بمانند، بدیهی است حسیات وکالت و مقتضیات نگرانی از طرف مجلس و دولت فراغت خاطری در هیئت وکلا نخواهند گذاشت که با حواس جمع مشغول خدمات محوله باشند و لابد عوض اشتغال به تنظیم و تدوین نظامنامه ها باید در تلگرافخانه به التماس و التجا امرار وقت شود. اگر این ترتیب صرفه و صلاح عمومی را تأمین می نماید، ما هم عرض نداریم از سایه مرخص شده برویم که اسباب تسریع و تتمیم فرمایشات راجعه به نظام نامه ها را تدارک نماییم. التماس آخرین است که اهالی محترم هم با ما همراهی نموده بی جهت پریشانی حواس و افکار را باعث نشوند. وکلای آذربایجان. پس از خواند این تلگراف، کسانی از سردستگان بدگمان گردیده پنداشتند که آن تلگراف ها از نمایندگان آذربایجان نیست و گمان کردند درباریان خود این پاسخ ها را نوشته و به نام نمایندگان یا کسان دیگری از پیشروان آزادی به تلگرافچی می دهند و او با سیم به تبریز می رساند. و آنچه بدگمانی ایشان را بیشتر می گردانید این بود که در تلگراف بازپسین نام های نمایندگان یاد نشده بود. نیز از نیامدن تقی‌زاده تلگرافخانه و از کنار جویی سعدالدوله در شگفت می بودند. با تلگراف اینها را پرسیدند و پاسخ رسید تقی‌زاده اندکی ناخوشی می دارد و سعدالدوله خود کنار جسته است. امروز کسانی از مجاهدان و دیگران نوشته هایی نوشته و به چاپ رسانیده و میان مردم می پراکنند و در یکی از آنها چنین گفته می شد اگر قانون اساسی باید به امضای علما برسد، خیلی چیزهاست که باید به امضای علما برسد که آنها نسبت به قانون حکم اصل را دارد و قانون فرع آن است. خواستشان پادشاهی محمد علی میرزا بود که می گفتند پس می باید آن نیز با پرگی از علما باشد. می گفتند اگر ما می خواهیم حکومت مشروع باشد، باید آن را از ریشه درست گردانیم. از تهران نمایندگان پافشاری نموده پاسخ می طلبیدند و چنین خواستند که تبریزیان از بدگمانی که به محمد علی میرزا و اتابک می داشتند درگذرند و بازار بازگردیده مردم پی کار خود روند. لیکن تبریزیان همچنان ایستادگی می نمودند تا بدینسان روز به پایان آمد. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.
تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه ای از بنیاد آینه.